توی این قسمت میخواییم کدهامون رو بتونیم توی فایل ها قرار بدیم. مهرانم از چنل یوتیوب سیلیسیوم و این آموزش جاواسکریپت مدرنه. خب برای این کار بهتون گفتم که من یک پوشه ای دارم که جلسات رو، حالا اون کدهایی که داره هر جلسه اونجا قرار میدم. ابتدا میام سابلایم تکست رو باز میکنم و این پوشه رو حالا میتونم به این صورت اینجا درگ کنم و قرار بدم. راهکار دیگه این بود که بیام برای فایل و اوپن فولدر رو بزنم و دوباره همون دایرکتوری رو انتخاب کنم. حالا میام روی همین دایرکتوری یه راست کلیک میکنم، میگم که یک فایل جدید میخوام توش قرار بدم. کنترل اس رو میتونید بزنید یا اینکه بیاید از اینجا سیو از رو بزنید. حالا من کنترل اس رو میزنم، میگه یک اسمی به فایلت بده. من اسم فایلم رو میذارم برای مثال همون helloworld.html، چون میخوام فایل های جاوا اسکریپت هم به وسیله یک HTML فایل در مرورگر وب اجرا بشه. HTML رو مینویسم و تب رو میزنم، خودش میاد این کامپلیت ها رو برام قرار میده، این کد ها رو. خودتون هم میتونید دونه دونه اینا رو تایپ بکنید. قسمت تایتل اون عنوان رو مینویسم، مثلا مینویسم بیسیکس به این صورت و حالا یه دونم پایپ بذاریم و بنویسم مدرن جی اس. یه دونم متای 400 UTF-8 رو گذاشتم که بتونه همه حروف رو پشتیبانی کنه. بعد اینجا میتونم یه دونه اسکریپت به این صورت بنویسم، یه تب میزنم، حالا یه تب دیگه این قسمت رو پاک میکنم و کدهای جاوا اسکریپتم رو میتونم تو این قسمت اسکریپت به این صورت قرار بدم. مثلا همون بنویسم document.write و اینجا بنویسم hello world from مثلا فایل. خب به این صورت این کد رو سیو میکنم. بعد میام با مرورگرم همین فایل HTML رو باز میکنم و میبینم که توی فایرفاکس به هم مینویسه hello world from file. میتونم همینجا از کنسول هم استفاده کنم، یه دونه سمیکالون میذارم. خب انتهای هر خط کدتون باید این دستور رو بذارید. نذارید هم خیلی مشکل به وجود نمیاد، ولی از همین الان عادت بکنید که حتما این قضیه رو رعایت بکنید. مثلا مینویسم console.log، مثلا مینویسم بعد here is my console به این صورت. سیو میکنم، دوباره این فایل رو اجرا میکنم، میام به بخش کنسول و میبینم که اون متن here is my console رو اینجا برام چاپ کرده. میتونیم یه دونه alert هم بذاریم، همون کدی که جلسه قبل گفتم. مثلا میگم alert، بعد اینجا بنویسیم مثلا how are you به این صورت. این رو هم سیو میکنم. دوباره اگر این کد رو اجرا کنم برام اون alert رو توی یک باکس نمایش میده، بنویسه how are you. نوشتن کد ها اینجا یه مشکلاتی هم داره، مثلا خیلی این سفر رو شلوغ میکنه. ما میتونیم یه کار خیلی جالبی انجام بدیم، بیایم یک فایلی در همینجا بسازیم، اسمش رو هر چی دوست داریم بذاریم، مثلا بذاریم my script، ولی حتما باید پسوندش .js باشه. فایل های جاوا اسکریپت توی فایل های .js اجرا میشن یا توی تگ اسکریپت. پس من میام اینجا این رو قرار میدم، همین کد رو از اینجا کات میکنم و اینجا پیست میکنم، یکمی هم مرتبش کردم و خب به جای اینکه حالا بیایم به این صورت بنویسیم، میایم اینجا مینویسیم src و آدرس اون فایل رو اینجا به این تگ اسکریپت میدیم، میگیم که my script.js. من سیو میکنم، دوباره اجرا میکنم، همون دستورات برام اجرا میشه. اگر مثلا اینجا یک سری تغییرات رو ایجاد کنم، مثلا بگم from my script فایل به این صورت، خب اون تغییر رو ایجاد کردیم. حالا اگر رفرش کنم میبینم که اینجا چه نوشته، نوشته hello world from my script file و داره اون اطلاعات رو از اینجا میخونه. مرسی که به این قسمت توجه کردید، امیدوارم که از آموزش خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید، برای زنگوله هم بزنید. اگه سوالی داشتیدم توی بخش کامنت ها میتونید ازم بپرسید.